خب ای عشق همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست، هم بانگ بلند صبحگاهی وین زمزمه شبانه از توست. شماره واتساپ منو بذارید زیر صفحه، میخوام یه همه پرسی بکنم از دوستان عزیز. عرضم به حضورتون که آیا موافقید، چون ما تکرار برنامه آخرین لحظه و شبانه رو میخواییم از تلویزیون حذف بکنیم و دیگه هر کسی تو زمان زندهش دید، هر کی هم ندید بره تو یوتیوب ببینه، از امشب تکرار برنامه آخرین لحظه و شبانه حذف خواهد شد اگر الان داریم از شما رأی گیری میکنیم و به جای اون برنامه های سالهای گذشته من پخش بشه. خواهش میکنم به این شماره واتساپ نظرتون رو بنویسید، آیا موافقید که به جای تکرار این برنامه، چون 3 ساعت من اینجا وقت تلویزیون رو گرفتم، دوباره شبم 3 ساعت دیگه همه اونا که دیدن دیگه نمیبینن دیگه، ولی برنامه های سالهای گذشته رو به خصوص در دوره جنبش سبز، هیچ کس هم بهتون بگم و هیچ شاعری مثلا جرئت نمیکنه شعر 20 سال قبلش رو تکرار بکنه، اما بنده 30 سال همین حرفا رو زدم، تکراری هم میشه دیگه، ولی هست دیگه. خلاصه اگه موافق هستید با این شماره تلفن نظرتون رو اعلام کنید یا توی لایو یوتیوب. اگر موافق هستید به جای تکرار شبانه و آخرین لحظه تکرارش برنامه های گذشته رو پخش بکنیم. خب اجازه بدید که بریم به سراغ سرکار خانم شهرزاد میر قلی خان. زو هم نداره، یعنی میرزا قلی خان نیست. خانم شهرزاد درود بر شما. عرض سلام و درود خدمت شما و همه بینندگان محترم. خب بریم مستقیما بر ادامه داستان. شما دیگه کم کم به قول معروف تن به قضا دادی در رابطه با آقای سیف، یعنی که شناخته بودین با یه جاهای مرتبط، اسلحه داره، حرفای عجیب غریب میزنه، ارتباطاتی داره، اینو متوجه شدی که کار عجیب غریبی داره؟ خب بله اینو متوجه شدم از اون آقای مصری روزی که من طلاق گرفتم از دادگاه که اومدم بیرون، فقط من هیچ وقت متوجه نشدم که ایشون چه نوع سیستم نویگیشنی به من وصل کرده بود یا کجا وصل بود که من هر نفس کشیدنم و ایشون همیشه اطلاع. کی؟ آقای سیف یا مصریه؟ نه آقای سیف مصریه که حالا من خدا یک کلا برداری بود. ولی مثلا من از دادگاه محکمه شرعی شارجه از پله‌ها که می اومدم پایین، دیدم آقای سیف دست کمر وایساده، بغل یه ماشین جدید وایساده بودن و دیگه هی شروع کرد صحبت کردن، دیدی پولم دادی این کارا رو هم کردی، خوب شد این خیلی خوب برزه داشت رو کتکت بزنه، منم باید این کارا رو میکردم نگره دارم فلان بسار. نه دوباره آقای سیف اونجا بود، اون وسط بود که خب حالا ما دیگه هیچی جواب نمیدادیم و دیگه، ولی خب میدونستم که تصمیم گرفته بودم که دیگه ایران نرم، به خاطر اینکه خب هر دفعه میرفتم ایران مطمئن بودم که ایشون به هر حال به یک نوعی یک دردسری برای ما درست میکنه و یه دونه از این رفت آمد ها بالاخره ما میگیرم میبرم، یعنی من رو کنم جمع به هر حال. من بلا فاصله بعد از اون طلاق اون ازدواج سویه برای اینترنشیپ یکی از دوستان هم کلاسیم یه شرکتی رو معرفی کرد توی دوبای میدیا سیتی که این شرکت کار تی وی پروداکشن انجام میداد و این دوست من حدیث اونجا کار اونجا رفته بود اینترنشیپ رو بگذرونه، با مدیر اون شرکت صاحب شرکت صحبت کرد، یه آقای ایرانی بودن به نام آقای سعید مقدم، اسم شرکت هم شرکت The Future Famous Faces. دیگه صحبت کرده که منم اینترنشیپ حالا برم همین شرکت جوین بشم. من دیگه تقریبا یک هفته بعد از اینکه جدا شده بودم و اینا دیگه شروع کردم رفتم توی اون شرکت سر کار. تو شرکت سر کار رفتن من خدا آقای مقدم یه 3 ماهی بود دنبال یک مجوزی بودن برای مثلا تصویر برداری هوایی با هلیکوپتر که اون موقع دوبای خیلی سختی بود، یعنی نمیدادن همچین مجوزی به راحتی. یه برنامه رو داشتن تولید میکردن که کلا تجار و بیزنسمن های بزرگ و موفق امارات رو معرفی میکردن توی اون برنامه شون. برنامه شون با آقای شبخیز، اون موقع ITM خیلی رو بورس بود توی ایران، آقای شبخیز بسته بودن که برنامه هاشون رو ایشون ایر کنن،
وقتی که من رفتم اونجا گفتم که خب این کانسپت خوبیه، ولی خب باید هم یه اسم خوب برای این برنامه گذاشت، هم باید یک لانچ قوی داشته باشه این برنامه، همین که اصلا واسه گرفتن مجوز باید هدفمند باشه برنامه. همینجوری نیستش که آقای دوربین بگیریم دستمون بریم هر کی پول داد یه مثلا 5 دقیقه ویدیو راجع به اون شرکت کمپانی پروفایلرز بگیریم با مدل کار می‌کنیم. واسه من پیشنهاد دادم که برای بالا بردن مثلا آمار توریست و باز کردن توریست، به جای اینکه بخوایم رو کمپانی های بیزنسی و تجاری خیلی مثلا فوکس کنیم، شما بیاین این چیزهای توریستی هم که اترکتیو هست برای ایرانی ها رو اونام کار کنیم. خب این شبکیز هم میخواد مثلا از شبکش رو پخش کنه، اصلا صنعت توریست به دبی یه مقداری جون بگیره و تبلیغات در موردش شده باشه. ایشون هم موافقت کردن و ما رفتیم و خدا خواست. و حالا من کلا هم پابلیک ریلیشن هم خیلی خوبه، هم نگوشیشن هم اسکیلز هم در این دو مورد خیلی خوبه. من رفتم 2 روزه مجوز رو برایشون گرفتم، 2 روزه مجوز رو گرفتم و دیگه برنامه ها رو من 7 برنامه رو خودم قرار داد دستم برشون در عرض تقریبا 3 هفته. این کار همه انجام شد و آخر آگست بود که قرار شد که با یه لانچ بزنیم. برای لانچ هم من 200 نفر لیست مهمونهای وی آی پی رو آوردم که حالا یه چند مثلا صحبرا بودن و سی او دوبای اینترنت سی پی و دوبای میدیا سی پی و نالج گیمی جمعه اینا رو آوردم. اصلا من دیگه افتادم تو دنیای بازار کار، یعنی تو جامعه، از یه حالت اینی که بخوام مثلا یه دانشجوی محصل مادر محصل خانه‌دار باشم با درگیری های آقای سیف، الحمدلله افتادم که تو دنیای صنعت فیلم و فیلم اینداستری و توی این کارا و الان خیلی هم کارامو موفق بود. فکر میکنم حالا آقای شبخیز، من نمیدونم مثلا شبکشون هم در چه حالی هست، ممکنه برنامه های دوبای بیو رو توی آرشیو داشته باشن که اونجا یه سری توی یکی از برنامه ها من یادمه که دوتا پریزنترامون تشریف نیاوردن، ما رو کاشته بودن سر برنامه. من خودم رفتم برنامه سافاری رو پریزنت کردم و من پریزنت کردم. خلاصه این برنامه خیلی موفق شد توی دبی، طوری که مثلا اسم من اومد تیتر گالف نیوز و اینا به عنوان جوانترین موفقترین بیزنس وومن جوان سال 2003 در دبی. بعد از اون این مدیر عامل شرکت، یعنی صاحب شرکت آقای مقدم، خب ما قراردادی که بسته بودیم مثلا بین 5 تا 10 هزار درهم درهم اماراتی تولید هر 5 دقیقه برنامه مثل هر کمپانی یا هر سابجکت که بود اسپانسر می گرفتیم. حالا ایشون خب چکار رو میدادن، مثلا خیلی موارد پیش اومده بود که من چکار خودم کلکت کرده بودم میوردم تحویل ایشون که صاحب شرکته میدادم، ولی مثلا حقوق تصویر بردار، حقوق تدوینگر، حقوق مثلا نیروهای مارکتینگ یا پریزنت رو اینا رو ایشون نداده بودن. یه 2-3 ماهی بود که نداده بودن و خانمشون رو برستده بودن کانادا که کارهای کاناداشون انجام بده. این بنده خدا اومد و من دیدم که خب این صنعت تیوی واقعا یه چیزیه که من واقعا دوست دارم این کار، یعنی اصلا کارهای تولید و کارهای چی میگن خدماتی سرویس رو اصلا ذاتا من دوست داشتم. گفتم خب این زمینه کاریه که من میخوام کار کنم. و ایشون اومد گفتش که خب حالا شما بیا چیز کن، من میخوام تو رو بذارم به عنوان جنرال منیجر، حالا همینجوری همه جا داریم معرفیت میکنیم، فعلا 2 ماهه اینجا هستی به عنوان جنرال منیجر، میخوام که دیگه تمام چک ها و حق امضای چک ها و حساب های بانکی و اینا هم به شما بدم، اصلا به عنوان پارتنر بیارم تو لایسنس شرکت. خب من چون خودم میدونستم دیده بودم که چک ها برگشت برده و مثلا طلبکارا می اومدن شرکت، می اومدن سراغ من که می گفتن خب باید بریم از اونر بخوای، گفتم که خب خیلی ممنون مرسی من مشارکت نمی کنم. خودم رفتم تو دبی میدیا سیتی چک کردم که در اون موقع ثبت شرکت و راه اندازی یه شرکت و اینا کلا کپیتالی که برای اینوستمنت سرمایه گذاری لازم بود اون موقع 100 هزار درهم بود و مثلا با 100 هزار درهم راحت میشد مثلا یه آفیسی رو اجاره کرد و لایسنس رو گرفت و کار برد. با پدرم صحبت کردم، گفتم میخوام شرکت بزنم که دیگه چون از اون برم، موقعی که طلاق گرفته بودم ویزا روی شرکت اون شریف مصریه بود، دادگاه گفته بود که 3 ماه به هم وقت میدن که من یه اسپانسر جدید پیدا کنم که ویزا رو ترانسفر کنم. به هر حال ویزام هم تموم شد، دیگه میخواستم اقامت گرفت. بابا صحبت کردم و بابا خب خیلی مخالفت کردن که خب نه برگرد بیا ایران، حالا الانم که مثلا شوهر نداری
جدا شدی از محمود و اینم که ول نمیکنه و فلان بیشتر اینا، بیا گفتن نه شما یه زمین مقابل، مگه موقع زایمان میکامل مگه زمین تو شما رو به دیگه داده بود؟ بعد دیدم بابا هی نمیخواد پول بده، گفتم به نجا شما اون زمینی که به من هدیه دادی رو برده برای خوده و به جاش پول شما تو من بده که نیشه کرد. بالاخره موفق شد، بالاخره موفق شد. اواخر سپتامبر بود که من کارهای شرکت هم کردم، اون موقع باید بیزنس پلان میدادیم، حالا نشستم همه کارش کردیم و شرکت رو ثبت کردم، شرکت رو ثبت کردم و دو ماه هم توسعه به اینو گرفتم که بدون پرداخت اجاره، چون آفیسایی که تو دوبای میدیا سیتی یا اینترنت سیتی به شما میدادن یک اتاق خالی بود که حتی سیلینگ هم نداشت و همه دکوراسیون داخلی اینا رو خودتون باید درست میکردیم، هیچ اتاق اینا هم نداشت، اوپن ایریا دیگه. خلاصه دو ماه همونجا رو فری گرفتم که برم حالا طراحیش رو بکنیم و بریم کارهای توش رو بکنم. و تاریخ لانچ دفتر رو هم اسم شرکت رو گذاشتم تیمز گروپ، به خاطر اینکه اصلا توی اون بیزنس پلانی هم که تهیه کرده بودم دنبال این بودم که کارتون درست کنیم و تبلیغات 3D انیمیشن بسازیم. حالا غیر از اینکه کار تو مثلا طراحی وبسایت و اون موقع ها اگه خاطرتون باشه سوشال میدیا که نبود، ما مولتی میدیا پرزنتیشن داشتیم که حالا یه پکیجی بودش که شما یه مثلا کانتنتی رو درست میکردی و برای تبلیغات شرکت کامپنی پروفایل و اینا رو روی سی دی حالا میذاشتی به غیر از وبسایت. پروسه هدف من این بود که کارتون درست کنم، اولی کارتونی هم که تو ذهنم بود درست کنم. خب از داستان زندگی خودم کارتون درست میکنم و توی حالا همه کارتون هایی که ساختن مثل سیندرلا و زیبای خفته و اینجور شده که حالا تو بیدید ما میزنیم کانال 3D مثلا مثل شریک و اینا، و توی این داستانم عشق مادر و فرزندی رو ما میایم روش بخورس میکنیم، نه حالا عشق زنده. خانمه خانم شهزاد سریعتر بریم به اون قسمت سفر شما با آقای سیف و آه اون یه مقدار طول میشه، اینو من تونتون بگم پس تونتون من شرکت رو ثبت کردم. آره من شرکت رو ثبت کردم، کارش تموم شد اواخر اول چیز بود توی اکتبر و موقع ها بود. یه روز من حمام خونه اومدم بیرون دیدم که آقای سیف جلو در حمام وایساده، اینم لانگ استوری شورت، ایشون ویپ کردن منو به حالت خیلی وحشیانه و متاسفانه من اونجا مجددم باردار شدم. من اونجا مجددا باردار شدم و آقای سیف همه مدت 4 ماه اینجورا کلا غیب و غور بودن که حالا اون وسطش از یه جا زنگ زده گفتن دادگاه نیروهای مسلحی ایشون پرونده داره بازداشته، که نمیدونم حالا دیگه بازداشت بودن یا نبودن، هرچی بود هرچی. ایشون حالا ما کارهای شرکت گرفت رو یه برنامه چهارشنبه، اولین چهارشنبه سوری رو تو دبی برگزار کردیم ما توی مارچ سال 2004 که شب همون برنامه چهارشنبه سوری آقای سیف سر کلاش دمم مکانی که ما چهارشنبه سوری برگزار کردیم پیدا شد که خب اونجا نیروهای پلیس و اینا امنیتی و اینا بودن به خاطر ایونتی که برگزار می‌کنیم. من اونجا رفتم گفتم ایشون مزاحمن و باید برن، ایشون رو رد کردن رفتن. توی ماه اپریل آقای سیف اومدن و گریه گذاری که ببین من بدون تو نمیتونم اصلا زندگی کنم. خب منم دیگه ایران نمیرفتم، ایران نمیرفتم که دیر باشه کارم به سیف مثلا بخواد چیزی باشه، من نمیتونم بدون تو زندگی کنم و خیلی خب قبول دارم که تو با من نمیخوای زندگی کنی، پس بیا با هم دیگه شراکتی کار کنیم. گفتم ما با شما زندگی زناشویی داشتیم، چه بلاهایی سرمون آوردی؟ کار شما مثلا فیلد کاری تو کار من نمیخوره، کار من تبلیغات و تولید برنامه‌های تلویزیونیه، کار شما که الله اعلم چی نمیتونیم کار کنیم. گفت ببین خانم من الان بچه‌ها بهم این چیزو دادن، مزایده فرودگاه بین‌المللی امام خمینی رو دادن، منم از کار تبلیغات هیچی سررشته ندارم. اون موقع زمانی بود که من دنبال گرفتن نمایندگی انحصاری شرکت رودا پنل بودم، چون توی دبی غیر از حالا تبلیغات تلویزیونی و 3D انیمیشن اینا که با می ساختیم، رفته بودم وارد حوزه کار بیلبورد هم شده بودم که مثلا بیلبورد هم بگیریم بزنیم تو شهر اینا برای تبلیغات، یعنی آوتدور ادورتایزمنت هم اضافه کرده بودم. کیشون اومد و گفت فرودگاه امام خمینی یه پروژه هست، تبلیغات ایندور و آوتدورش رو بچه ها حالا مزایده قرار بذارن. خواستم مزایده گذاشتن، اما اصلا نمیدونم شرایط مزایده اینا چیه، ولی یه مقدار خودم وسوسه شدم بیرو درواسی گفتنی، چون پروژه خیلی بزرگی بود و قطعا خیلی بودوش بود اگر که مثلا اون موقع هنوز فرودگاه بین المللی امام خمینی لانچ نشده بود.
گفتم که حالا شما برو اطلاعات کامل برای من بفرست من راجبش. یکی از دوستان قدیم برادر خودم هم به عنوان یکی از کارمندای دفتر وایر کرده بودم آورده بودم برای همین حوزه آوتدور که ایشون اصلا تخصصش آوتدور ادورتایزمنت بود، همین بیل بورد و اینا. دیگه با ایشون هم ما قرار گذاشته بودیم که بریم هلند که از کارخونه بازدید کنیم و قرارداد رو ببندیم و مثلا سفارشی برای دبی رو بدیم و برگردیم تو ماه می اون موقع می یا جون اون موقع که این آقای سیف اومدن و من به علا گفتم که ببین این سیف اومده داره میگه که فرودگاه امام اینجوری اینا، این خیلی آدم که در سوخته یه کاراش هم معلوم نیست چی به چیه، نظرت چیه مثلا تو ایران بخوایم کار کنم؟ من ایران برون بیا نیستم، اگه تو هستی که من این پروژه رو تعریف کنم زیر نظر تو باش کانتکت پرسن با سیف و ما مثلا کار رو انجام بدیم. اومدیم و سیف دوباره برگشت اومد و گفتم که خب من که با شما هیچ شراکتی نمی کنم، این آقای اعلا به نمایندگی از شرکت جونز گروپ بیاد با شما هر کاری باید بکنه. گفت باید تهران شرکت ثبت کنیم. گفتم حالا هر کاری که میخوایم بکنیم با آقای اعلا. گفتش که نه من با آقای اعلا نمی کنم، من با شخص خود میخوام شراکت کنم. یه سری دیگه اوراق ثبت شرکت ها رو آورد و دیگه توافق کردیم که سرمایه خرید تابلوها و اینا از ایشون باشه، کارم از ما. من خودم با علا مثلا رفتم تهران فرودگاه امام خمینی یک دونه پایه بیلبوردی که جلوی پل ورودی که می‌خوایم بریم بالا خورده، اولی پایه بیلبوردی که تو فرودگاه امام خمینی خورده کار شرکت نیست. اون پروژه ها رو هم تعریف کردیم و این گذشت. سفر هلند شد که شب سفر هلند آقای سیف اومد بود منم دارم میام هلند. گفتم خب به سلامتی من با علا برم. گفتش که نه دیگه من با آقای اعلا صحبت کردم، آقای اعلا بمونه من برم میام هلند، من خودم هم اونجا کار دارم، حالا این شرکت رو منم شما در این جریان هیچ از آقای سیف استفاده نکردین برای زد و بندی، برای نمیدونم قراردادی در ایران، نمیدونم هیچی پای بیلبوردی؟ نه خب اگه کرده بودم چیز نبودم، دلم نمیسوخت اینقدر، یعنی زجرآور نبود اون زمان زندان‌های آن. پس این فقط بلد بود بیاد ریپ کنه و بچه درست کنه و بره و دوباره مثلا بعد از 6 ماه بیاد و آخه این چجوری میشد؟ آخه من اصلا سر در نمیارم از این ماجرا. این حالا ولی مثلا فرودگاه امام خمینی شرکت نگاه پایتخت که الان هم هنوز به نام ایشون هست، شده به نام محسن سجادی و پسرش و خواهرش و مادرش و اینا، این اصلا اون زمان شرکت ها رو ثبت کردن اینا، من تا برگاه شرکت هم برده بود دبی امضا کردم که با هم دیگه شرکت رو ثبت کردیم. یعنی شما با شریک شدی؟ من با شریک شدم تو شرکت نگاه پایتخت ایران. بله برای همین پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی. خب باش برای چی شریک شدی؟ جلسات رو برای چی با شریک شدی؟ ها؟ برای چی با شریک شدی؟ کار بود، فکر میکردم پول خوبی توشه آقای. خب میدونم، یعنی اون باید دلال کار میشد دیگه، واسطه کار میشد، یعنی به اون هوا دیگه. اون ارتباط داشت، نه اون ارتباط داشت، ارتباطاتش خیلی قوی بود و اون سپاه و مفاه و اون فرودگاه و فرودگاه اینا تو دست. خب من از اون علائم اون کارا میخوام، با کی تماس داشت، با کی، با شما رو چه مبنای همینقدر که دیگه اصلا دستش باش شریک شدی به هوای اینکه ارتباطش کجا بود؟ چیزی نه دیگه نه از اون مهدادی بود، اون موقع ارتباطش با آقای مهدادی بود، با آقای قالیباف بود، با آقای با خود آقای قالیباف بود، آقای قالیباف بود و بله آقای قالیباف هم که نیروی انتظامی بود. آن فرمودین اون زمان که فرمودین انتظامی بله بله اون موقع آقای قالیباف و کاری میکرد برای قالیباف همه کار کرد آقای. ببینید نه اون زمانی که با شما شریک شد 2004 من اون زمانی که با شما شریک شد در اون شرکتی که با شما شریک شد، تو اون شرکتی که با من شریک شد کار شرکت فقط تبلیغات بود. خب میدونم در این زمینه از نفوذ آقای قالیباف استفاده کرد؟ من اطلاع ندارم، من نمیدونم هیچ وقت کانتکت پوینت کاری برای شرکت انجام داد تو فرودگاه امام خمینی، کاری برای شرکت انجام داد که شما فکر کنید مبتنی بر یک روابطی انجام شده؟ همینی که ما رفتیم تو فرودگاه مجوز به ما دادن و پروپوزال ما رو اکسپت کردن که ما زمین اونجا رو کندیم پای بیل بورد زدیم، مشخص بود ایشون، یعنی اون این کارو کرد، اون این کارو کرد و مبلغ قرارداد چقدر بود؟ مبلغ قرارداد چقدر بود؟
مبلغ قراردادی که من تو مصاحبه گرفتیم الان حضور ذهن ندارم، ولی خیلی رقم بالای میلیونی بود سالانه، چون قرارداد سالانه بود که ما در سال یه مبلغ میلیونی رو، چند صد میلیون تومانی رو به فرودگاه امام خمینی بابت تبلیغات آوتدور و اینجور پرداخت میکردیم. حالا مازاد بر اون، ما هر چقدر خودمون این تبلیغات رو میدیم. چند ماه این قرارداد ادامه پیدا کرد؟ چند ماه این قرارداد ادامه پیدا کرد؟ اصلا من دیگه تو جریانش نبودم، چون همه چی دوباره ورق برگشت. یعنی چی قرارداد ورق برگشت؟ این ما زمین اونجا رو که اجازه دادن و ما پایه ریزی کردیم، سفارش پول این کارا رو کی داد؟ پول این کارا رو کی داد؟ پول این کارا رو کی داد؟ خدا آقای سید. خب آقای سید. خب و آقای علا که نیروی دفتر من بود، اون رفته بود تهران تمام این کارا رو می‌کرد. که من موقعی که اومد گفتش که باید بشین یه دونه، ما باید یه دونه پریزنتیشن درست می‌کردیم به شکل 3D که ایشون ببره برای فرودگاه ریپرزنت کنه، که بگه که آقا مثلا این تابلوهایی که می‌خوایم بزنیم کجا هست، چی کار می‌خوایم بکنیم، پریزنتیشن که درست می‌کنی شما، دمو بله. برای مثلا گرفتن این قرارداد، برای گرفتن این ما باید اینو درست میکردیم. که من هی به سهی که گفتم که ببین ما اینی که داریم درست میکنیم، من دارم حقوق نیروی اینا میدم تو شرکت خودم، بالاخره اینو جزء هزینه ها باید اعمالش شما باید پرداخت کنیم به شرکت جزئی اینا. میگفت باشه حالا انجام میدیم، حالا انجام میدیم. تا اعلا رفت ایران گفتش که چیزه، به اعلا گفتم که اعلا این روزنامه رسمی ضبط شرکت ها رو، حالا بعد از اینکه ما رفتیم هلند و من نمایندگی انحصاری روتوپنل رو البته برای توی گروه گرفته، گفتم این روزنامه رسمی شرکت رو بفرست بیاد برای من. وقتی روزنامه رسمی شرکت رو فرستاد، دیدم که تو روزنامه رسمی اصلا اسم من نیست، یعنی تمام اون برگه هایی که من امضا کرده بودم، ایشون رفته بود شرکت رو در ابتدا به نام خودش، به نام شوهر خواهر کوچیکش آقای حسین شایگان، و به نام همین آقای اعلایی که تو دفتر من بود، از اول هم اصلا من بهش گفته بودم به نام ایشون، به خودش گفته بود نه، به نام ایشون کرده بود. خلاصه منم تا اینو متوجه شدم، گفتم که ببین تو کارم داری کلاهبرداری میکنی، این کار کردنتم خدا میدونه آخر عبادتش چیه، من نه با شما دیگه کار میکنم، نه اصلا میخوام که دیگه دورو برم بیای. الان هم دیگه من میخوام برای صدومی بار شرطه دیگه شکایت میکنم، چون میدونه. البته من هیچ وقت با اون موقع به سیف نگفته بودم که من میدونم تو اسلحه داری توی امارات. ایشون هیچ وقت رو من قبل از این موارد خب بچه شو قطر نگرفته بود، من از سهه نگرفته. خلاصه من اینو دیگه دعوا و قیامت و قیامت سرا، آقای سیف بلند شد اومد یه روز دفتر من، گفت نمیخوای کار کنی؟ گفتم که نه نمیخوام کار کنم. گفت ایرانم نمیخوای بیای دیگه؟ گفتم ببین ایرانم نمیام، یعنی شده من برم دیگه یه کشور دیگه از اینجام در برم، اصلا میرم دیگه، ایرانم نمیام. گفتش که به هر حال گذر پوست به دباخونه میفته و تو ایران بالاخره بچه هات که میخوان بیانو برن، پاسپورت بچه هاتو که باباشون باید رضایت بده، یعنی همه اینا همیشه بود که بابای بچه هارم حتی پیدا کرده بود یه پولی بهش داده بود که من چقدر مصیبت داشتم بنده خدا بیاد دباخونه رضایت بده و پاسپورت بچه ها رو بتونم بیرون کنم. خب به هر حال دعوا اوج گرفت و اومد نشست دفتر من، گفت ببین اصلا میدونی چیه، من تو این چند سال زندگی با شما خیلی خرج کردم، خیلی خسارت مالی دیدم و شما باید تمام این هزینه هایی که من کردم و به من پس بدی اگه میخوایی که با من کار نکنی و من دور بر زندگیت نباشم. منم بهش گفتم که بسیار خب، شما برو یه لیست بیار، یه لیست به من بده، یه این وایسی چیزی به من بده که آقا چقدر هزینه کردی، من به شما چک هزینه ها رو میدم، برو به کارت دیگه، دست از سر من بر. این شیشون رفت دو روز بعدش برگشت اومد یک لیست آقای همایون، این آقای سیف آورد گذاشت جلوی من، تا دو درهم یادم نمیاد، دو درهم پول تنباکوی قلیونی که پولشو داده بود به خدمتکار خونه من اون موقع که زندگی میکردی، رفته بود از پایین سوپر گرفته بود توش بود، هدایایی که داده بود هر چیز که بود و نبود توش بود، به علاوه الا ماشاءالله بلیت رفت و برگشتش به مثلا امارات که اصلا سفره که دو سال که مثلا تو زندگیش نبودم، همه اینا رو اعداد کرده بود و من یه فاکتور 375 378 هزار
درهم اماراتی گذاشته بود من آقای سه. گفت یا این پولو میدی یا اینکه من دیگه از قدرت خودم استفاده میکنم. همین شرکتی هم که الان فکر کردی همه جا شهر رو شده شده یا مخواست و تخت را میری اینجا پوز میدی که بیزنس مومن شدی و فلان و بساره، نه زندگی تو خراب میکنم، همه رو خراب میکنم، یا پولو میدی یا من دارم اینجا، اینجام آدم دارم که ترکیب تو بده. گفتم که خب منم حالا خیلی عصبانی شده بودیم، دعوا شده بود و اینا، اونم دست چک شخصی خودمون رو درآوردیم و یه چک کشیدم، گفتم که من که الان این مبلغ رو ندارم بدم، هیچ وقت من چکی که موجودی تو حسابم نباشه به اون مبلغ نمیدم. با قلدری؟ آخه این مگه شهر هلت یه آدم میاد با قلدری میگه 300 هزار درهم به من میدی یا من نمیدونم فلان میکنم؟ 178 هزار. نه حالا این که هیچی، آخرش این شد که من یک چک 500 هزار درهمی به آقای سیف دادم. یعنی جریان چک 500 هزار درهمی منو اگه بین بیننده های شما دوستان من در اون زمان باشن یا کسایی باشن که در امارات بوده باشن، این بوم تو امارات ترکیده بود که این دختر دیوانه 500 هزار درهم داده به یارو که یارو دست از سرش برداره بده. یعنی این یه چیزی بود که همه اصلا راجبش حرف می‌زدن. خب من یک چک 500 هزار درهمی دادم به آقای سید، تاریخشم تاریخ چکم 30 نوامبر سال 2005 گذاشتم. این دقیقا روزی هم که اومده بود دفترم همون اکتبر و اینا بود، من نوامبر 2005 یک سال بعد تاریخ چک زده بودم، که البته اونم قرار شده بود که نمیدونم 20% با 20% بهره و اینا، من روندش کردم شد 500 هزار تا که بهش دادم. ما چک رو دادیم و رسید دادیم و سکرترمون اومد و رسید گرفتیم و همه این چیزا، چک رو دو دستی تقدیم کردیم و بهش گفتم ببین بجنگ تا بجنگی، من الان جریان قدرت نماییه اینجا میگه آدم دادیم، امارات دست شماست، ولی الان من دیگه اون زن خانه دار نیستم، منم اینجا دارم کار میکنم خدا بساره. این رفت 3 روز بعد 3-4 روز بعد یه آقایی به من زنگ زد که سلام قضا خانم حال شما چطور رو خوبی رو اینا، و من وفایی هستم. گفتم که 3-4 روز نه یک هفته بعد اینجورا. گفت من وفایی هستم. گفتم ببخشید من به جا نگردم، مجریا این شرکت کار میکنه اینا. گفت نه من از همکاران قدیم آقای سیف بودم که مدت ها با ایشون ارتباط نداشتم و ایشون اومدن این 2 روز پیش یه چکی شما به ایشون دادین، چک 500 هزار تا، ایشون اومدن چک رو پیش من خوردش کردن، من 450 هزار درهم این چک رو خریدم از ایشون، چون تاریخش مالی یک سال آینده بوده و خواستم بهتون بگم که سر موعدش چک رو یادتون نره که پرداخت کنید، چون من آقای سیف نیستم، شما رو هم نمیشناسم، پولم منم گفتم خب چکای من اینجا تو بازار همه میدونن تلاست و به موقع به سر رسید چک شد شما حتما این مایی چقدر درآمد داشتین اون موقع؟ اون موقع درآمد من خیلی خوب شده بود به خاطر اینکه ما 3D انیمیشن تیزر خب مایی چقدر بود؟ حالا اون رو برش کن مایی چقدر بود؟ ماهی رونیو شرکت بین 80 تا 90 هزار درهم اماراتی بود. وقت شما یه دفعه مثلا 8 ماه شرکت درآمد 8 ماه شرکت رو جلو جلو به این آقا دادی؟ میشه هم چیز آخه چطور عقل چی میگه آخه؟ عقل دیگه گفتم من اولین تو اولین برنامه گفتم یه سری حماقت ها من تو زندگیم کردم. آخه ماشاءالله مثلا این دیگه حماقت خیلی درخشانه، این دیگه خیلی گل حماقت ها این. خب نتیجه؟ نتیجه این بود که حالا این آقای سیف حتی دادگاه رفته بود چک رو ببینه که میتونه به اجرا بذاره منو بگیرن بندازن زندان. دادگاه گفته بود نه تو چک بیمحل نیست، مثلا موجودی شرکت هم نشون میده ممکنه مثلا پاس ممکنه بشه و این آقای سر هیچی اینا رفتن و آقای وفایی هم که یه زنگ زد و اعلام وجود کرد و اینا، و یک دفعه تو نکره بیا آقای پیدا شد به نام آقای محسن نوری، به نام آقای محسن نوری. و من یه کاستی اون موقع داشتم برای یه اسپانسر یک خواننده جدیدی شده بودم به نام آقای سروش که یه کاست 8 موزیک داشتیم برای ایشون درست میکردیم و این آقای سروش همکاری نمیکرد، بهش گفت دادم برو اسپانسر جدید پیدا کن، من دیگه میخوام پرتو تو کنسل من ادامه نمیدم چون سر مورد کاراش نمیکردیم. این آقای سروش یه روز اومد دفتر من با یه آقای به نام محسن نوری، اومدن اونجا و نشستن و محسن نوری گفتش که من
اومدم که اسپانسر آقای سروش شم. گفتم که خب به سلامتی اومدین اسپانسر شین، من خودم مبلغ سرمایه گذاری روی این مثلا پروژه تا الان 80,000 تا بوده، 100 تا الان میدم که درهم اماراتی و فلان. این آقای محسن روری بدون اینکه یک کلمه چونه بزنه، بدون اینکه کلامی اصلا حرف بزنه و اینا، خب بسیار خب قراردادشو بنویسین، 50% الان میدم، 50% هم یک ماه دیگه بهتون پرداخت میکنم، قرارداد آماده کنیم، من بیام که امضا کنم. گفتم که خب تو بازارم نرمال نیست دیگه، یعنی شما وقتی که دارین کار میکنین میبینید هر کسی شما هر قیمتی که میگه هم درجه نمیگه بله قربان چشم بفرمایید پول بفرمایید شما. خلاصه این آقای نوری هی شروع کردن، بعدش اومدن تماس گرفتن و مهرمزون شده بود و فلان و دوباره اینا، گفتن که من با شما صحبت کنم. یه شب من بچه ها رو برده بودم همین پارک و شهر بازی و اینا که آقای نوری زنگ زدن، گفتم من فلان جان میخوای بیای، من وقت ندارم چون یا سر کارم یا باید پیش بچه ها باشم، بیاین اینجا مثلا زدن. اونجا که رفتیم گفتش که سیفا از کجا میشناسی، چند وقت میشناسی، چند وقت باهاش مثلا زندگی کردی اینا. گفتم که من یه 3 سالی حالا به هر حال ایشون همسر من بوده و فلان و بیساله. گفتش که از کاراش چقدر چیزی میدونی؟ گفتم که ببین کاراش آدم شارلاتان کلو برداری، من تو حوزه کاریش ندارم، من تو بحث خانوادگی خیلی بایش مشکل داشتم. خب میدونی که بنزای پلیس و واسه قالیباف و اینا همه رو این خریده؟ گفتم خب اینا جزء کارهای کارنامه درخشانش بود که همه جو دور دیگه شکل دستش بود با افتخار میگفتم بنزای یه سری الگانسای پلیس رو خریدن برای ایران، اینا رو همه رو سیف خریدن. گفتم گفته یعنی این چیزیه که همه میدونن یه چیز عمومی، ولی گفت چیا دیگه از سیف میدونی؟ گفتم که من چیز خاصی نمیدونم. بعد شما اصلا صحبتت چرا با سیف اومدی؟ سروش رو بگیری تموم شد. گفت نه ببین این سیف برای یه دامی پهن کرده، این خیلی آدم خطرناکیه، تو ایران هم خیلی دستش برده، من حالا بیشتر مثلا توضیح میدم باهات صحبت میکنم و فلان و بیسار اینا، چرا چک بدی به سیف؟ گفتم که خب میگم موضوع چک من اصلا یه چیزی شده بود که همه جا حالا بهش توضیح دادی. خب آره توضیح دادم و اینا. گفت فکر کردی مثلا تو رهایی داری از دست سیف و اینا؟ گفتم که بالاخره حالا تاریخ چکه میاد تموم میشه دیگه، سرتون رو درد نیارم آقای همایون. این آقای محسن نوری ایشون شد یک مگنت سیریش از نوع، یعنی نوع سیفی که همجوری مثلا بل نمی کرد دیگه، همجوری به طرق مختلف هی میخواست ناجی من باشه، هی میگفتش که ببین سیف داره تو رو ستاپت میکنه، سیف میخواد از تو بهره برداری کنه توی کاراش، تو حواست نیست، تو نمیدونی این چی کار میکنه چی کار نمیکنه، ما میدونی، ما از دفتر حفاظت اطلاعات بیت رهبری هستیم، از دفتر حفاظت اطلاعات بیت رهبری هستیم. حالا اون موقع که من فقط یه وزارت اطلاعات میشناختم، نمیدونستم مثلا چی چیه، که میگفت مثلا هر وقت سیف میاد و مزاحمت ایجاد میکنه و اینا سریع این خبرها رو به من بده. و بعدم یه بعد یه چند وقت اومد گفتش که ببین راه حل اصلی که به من بتونم برم با سیف رو در بشم، تو با من ازدواج کنی، تو با من ازدواج کن که من برم تو رو نجات بدم از دست سیف. گفتم قربوشه که شما یه همچکاری نمید کردیم، از این اشتباه زیاد کردیم دیگه. در همون حال آقای وفایی هی اومدن هی رفتن، حالا محسن نوری اومده، وفایی هم هی اومده که ببین حاجی گفته که پشیمون ازت چک گرفته، حاجی گفته که اصلا اشتباه کرده و چیز میخواد که هر جور شده دل شما رو به دست بیاره و برگردونه سر زندگی و ایشون شما رو میخواد کنن. سر اینا گفتیم آقای حاجی تمام این دعواها داره میشه، شده سپتامبر، اواخر سپتامبر سال 2004 که من مجدداً یادمه که روز جمعه بود من مجدداً از حموم اومدم بیرون، آقای سیف منزل ما وایساده بود دوباره توی اتاق، که حالا الحمدلله اون سری دیگه همت جبادات کردیم حتی به چیز نشد، تجاوز اینا نشد، و اومدم توی حال و فریاد زنان که آقا تو چجوری میای تو، به کارگرم گفته بود بچه ها رو برده بود استخر حیات، اینا خطا بود که خونه برای دل ما، که من هی اومدم ایشون بیرون کنم و اینا بود. توی حال اومدیم چک رو گذاشت روی کانتر آشپزخونه، گفتش که ببین این چک رو بهت میدم به یه شرطی،
میخوام چک تو بهت پس بدم. گفتم ببین من هیچ شرط و شروطی ندارم، چک رو بردار ببر، تو مگه اینو نفروختی به وفایی؟ چک الان دست تو چیکار؟ چک رو بردار ببر و هر وقت که تاریخ شد بگیر و برو، من حالا زنگ میزنم الان پلیس و فلان و بسار اینا. و دست که تو جیبش اسلحه شد. اون روز اولین باری بود که مثلا دیگه اسلحه رو در بود و اولین باری بود که سه اسلحه به دست اسلحه روی من کشید. یعنی حالا من میدونستم این جانور این جاندار اسلحه با خودش حمل میکنه این بر اون بر، ولی تا حالا به من نشون نده. اسلحه رو کشید و گفتش که بچه ها تو دوست داریم، ملی کاملنا رو دوست داریم، حالا تو خودتو نتونم ممنوع رو خروج کنم خدا رو دوست داریم، اینا که دیگه با بزرگ ما بزرگشون رو بله میکنن، ایران که میان. در همون حال ملیکا ملینا و امی کارگرم وارد شدن، اومدن تو، اومدن تو سیف سریع دسته رو گذاشت توی جیب کتش و بچه ها رو چیز کرد بغل کرد و بچه ها بهش میگفتن مثلا بابا چرا اینقدر مامانمون رو اذیت میکنی، خب نمیخوادت برو فلان و بسار. هی اومد بغلش میکنه، بچه ها اومدن چسبیدن به پای من و فلان و بسار اینا، حالا من اینو بیت دارم میلرزم. اینم هی میگه که بچه ها بود و اینا الان لباس بپوشیم میخوام ببرم تو سینما، بچه ها مثلا سینما اینا دوست داشتن. خلاصه سرتون درد نیارم دیگه، ما بچه ها رو بردیم و یعنی گفتیم ببر تو اتاق و فلان و بسار اینا، و ببین من اینجا تکون نمیخورم، یا این کاری که میگم باید بکنی یا به زیا آدچی بچه این بچه آدم حرف گوش میکنی هر کاری بگم میکنی، یا اینکه ببین اول و آخرش من نمیذارم دست مرد دیگه ای به تو برسه، یه گوله میزنم راحت این دو تا بچه تا من میتونی ستاییتون رو با هم دیگه میفرستم تو قلب قبرستان نبشه قبرستان. خلاصه گفتم بخور من رو چی میخوای برو شما رو بیرون نمیشد دیگه، با اصلاحی نشسته بود اینجا کارش نمیشد. گفتش که ببین میخوام که ازت بری قطر نمایشگاه پلیس قطر، برو اونجا برای من یه لیستی بهت میدم کل کمپانی مونپانی ها رو پیدا کن و کاتالوگ ماتالوگ ها رو بگیر و برای من جمع کن بیار، این لیست دارم ببین که کسی کدوم شرکت ها اونجا هستن، اطلاعات شرکت هایی که این لیست رو میتونه برای من تعمیل کنه رو بهش گفتم که خب محمود من نمی کنم، من تو کار پلیس و این کارهایی که تو میکنی نیستم اصلا، من نمیتونم. خب ببین من از اینجا تکون نمیخورم، من اینجا تکون نمیخورم، هستم تصمیم تو بگیر، یا با خودت و بچه‌هات میمونی میری میای دیگه هم کاری بهت ندارم، این چکت هم میذارم همونجا رو پیشکن باشه و کاری بهتون ندارم دیگه، دیگه اصلا من شما رو نمیشناسم، من زندگیم گیر این نمیشه. بیا برو قطر، بهت پیشنهاد داد چه خوبه برمیگردونم، برو قطر شما هم رفتی، برو قطر نمایشگاه پلیس و شما هم رفتی دیگه. نه اصلا بیلیت و اینا همه چی گرفته بود و برده بود. میدونم بالاخره رفتی. بالاخره من رفتم، آره فرداش من رفتم قطر، رفتم نمایشگاه پلیس قطر بود که حالا خب شوکه کننده است دیگه، شما اگر ببین خانم خانم شهرزاد بذار یه دقیقه با هم یه صحبتی بکنیم، من همه این مطالبی که شما میگید رو میفهمم، اینو برای بینندگانمون عرض میکنم، اون چه که مسلمه در بسیاری از این موارد خانم میرقلی میدونسته که غلطه، میدونسته این اتفاق غلطه، اما اونایی که در ایران زندگی کردن و اونایی که با این نوع آدم ها به هر دلیلی برخورد کردن میدونن شما اگر بخواید در، یعنی اگر آدم جاه طلبی باشه، خانم میقولی یه آدم جاه طلبیه، یه زندگی خوب میخواسته برای خودش برای بچه هاش، نمیخواسته مثل خواهرش زندگی کنه مثل برادرش زندگی کنه، آدمی بوده که مثل خیلی از ماها، ما هممون هم اینطوریم، اکثرمون هم اینطوریم، بالا و پایین داره و میخواست یه زندگی خوب داشته باشه، خودش بچه‌هاش با راه معمولی با شرایط معمولی در جامعه ایرانی متاسفانه چه در داخل کشور چه در خارج کشور همچین چیزی عملی نیست. در مقابل صدها نفر مثل این آقای سیف توی جامعه هستن، تو صنعت، تو کشاورزی، تو سیاست، تو تجارت، همه جا هستن که خیلی کارا رو برای شما آسون میکنن. میخوای پاسپورت بگیری؟ دو ساعته برات میگیرن. ممنوع خروجی؟
دو ساعته رفت میکنن مملوک خودشون. یعنی همون کارهایی که برای مردم عادی نشدنیه، غیر ممکنه، اینا ممکن میکنن. و طبیعی است که حالا یه دختر جوون 20 ساله، 25 ساله، 23 ساله، 19 ساله با دو تا بچه در یه شرایط قرار بگیره، میدونه داره گول میخوره، میدونه این رابطه غلطه، اما در مقابل گاهی اوقات آدم چاره دیگری نداره، گاهی اوقات تفاوت طلبی آدم رو به این راه میکشونه. قصد من از بیان این فرمایشات خانم شهرزاد اینه که بهتون یه چیزی بگم. صدها نفر، هزاران نفر درست در شرایط خانم شهرزاد میرقلی خان در ایران الان هستند. دختران جوانی که داستانهای بسیار متفاوتی دارن. گاه حالا ایشون از همسرش جدا شده بوده، گاه اینا مجبور میشن از همسرشون، از پدر فرزندانشون اصلا جدا بشن و مجبور میشن. اینی که چرا، واقعا تصورش برای من و شمایی که تو لس آنجلس نشستیم یا پاریس نشستیم یا آلمان نشستیم یه خورده سخته. باید تو اون محیط باشی، باید تو اون شرایط باشی. من خانم شهرزاد میرقلی خان میفهمم، خوبم میفهمم، غلطه حتما، بهش حق میدی، من حق میدم. یعنی چه بسا که اگر منم جای ایشون بودم همون راهی رو میرفتم که ایشون رفته. خانم شهرزاد این نمونه اتفاقا خوب ماجراست. نمونه های خیلی بدتر از این رو ما داریم و تاوانی که خانم شهرزاد پرداخت کرده تاوان فوق‌العاده سنگینی بوده. یعنی 5 سال شما در زندان‌های آمریکا باشی، اونم به این جرم، جرم سنگین، تاوان کمی نیست. خانم شهرزاد، من اولا به شما تبریک میگم برای اینکه خوب تونستی خودت رو حفظ کنی، فارغ از این که حالا تو این داستان، تو این داستان زندگی یه جایش ممکنه قلف کرده باشی، یه جای پررنگ گفته باشی، یه جای کمرنگ گفته باشی، یه جا دلتم میخواسته، یه جا خودتم به قول معروف راضی بودی، اینو رو همه رو من میفهمم، همه رو درکش میکنم. اما یه چیزی رو به همه مردم میگم، همه، کاری که هیچ کدومتون هرگز نکنید قضاوت کردنه. قضاوت نکنید، هیچ کسی جا نباید هم دیگر قضاوت بکنه، به خصوص ما. هیچ وقت یه نفر جوون رو قضاوت نکنید چرا رفته پاسدار شده، هیچ وقت یه جوون رو قضاوت نکنید چرا رفته معمم شده تو حوزه، چرا هیچ وقت یه دختر خانومی که داره از شرایط نامناسبی زندگی میکنه کار دیگری داره که من حالا نمیخوام، قضاوتش نکنید، نکنید. ما یه جامعه بدی درست کردیم، ما پدرها جامعه فوق العاده بدی درست کردیم و فرزندانمون قربانی این جامعه بد با رهبران بده. ما حق نداریم جوونامون رو تنبیه کنیم، بازخواست کنیم، حق نداریم بهشون بگیم چرا معتاد شدی، حق نداریم بگیم چرا دوست شدی، حق نداریم بگیم چرا خودکشی کردی، حق نداریم. ما این دنیا رو برای این بچه ها ساختیم. خانم شهرزاد تا همینجا میمونیم، بقیه داستان میماند برای هفته آینده. آفرین، آفرین که خودتو حفظ کردی، آفرین که اومدی فاش کردی. از هر 1,000,000 نفر یکی جرأت نمیکنه این کارو بکنه. کدومتون جرأت دارید داستان کسی این جرأت رو داشت که بیاد ریز مسائل زندگی همین رو میخوام بگم بیشه رو آنتن تلویزیون بگه بزرد به شما بگم من کننده یه فلانکارم. خانم آقایون، من
سرنوشت خانم و اولین بار در طول 25 سال دارم میگم، با بغض هم میگم، من به نوعی خودم همین راه رو رفتم با یک تفاوت که من تن ندادم، از اول تن ندادم، اما تاوان دادم. چه تاوان سنگینی، خیلی سنگین. همه زندگیم رو دادم که قبول نکنم، ولی همه زندگیم رو دادم. مرسی خانم شهزادی میرقلی خانم، تا هفته دیگه با شما بدرود میگم. مرسی. خب من خیلی ناراحت میشم. آره میدونم، دختر جوانی که دو تا بچه داره میخواد زندگی کنه، میخواد زندگی کنه. میخواهم زنده بمانم، میخوام زندگی کنم، چی کار بکنه؟ شما به من بگید در این محیط پر از بدی، پر از احساسات بد، پر از رقابت های بد چه بکنه؟ خانم ها آقایان، دوستان عزیز من، ما به 74 سبد گل احتیاج داریم، به 74 تا آدم که یه عدد 74 اونجا بنویس لطفا، چه عدد 200مون تکمیل بشه. 74 تا آدمی که به جای خودشون یک سبد گل بفرستند به قاهره، و از این 45 تا سکه 10 پهلوی خواهش کنم. این 45 سکه 10 پهلوی رو نشون بدید لطفا، سکه 10 پهلوی رو نشون بدید. سکه 10 پهلوی است توی قاب شیشه‌ای فوق‌العاده، اسم خریدارم اون زیر نوشته میشه. این سکه 10 پهلوی آب طلای 24 عیاره، درست قالب خود سکه 10 پهلوی. شما الان یه دونه، اولا 45 تا از این سکه بیشتر نیست، 45 تا اون سکه های اولی سری اول تموم شد، الان 45 تا هست. اسمتون به عنوان صاحب این سکه اون زیر چاپ میشه. حالا پدر، مادر، یه شخصیت رو که دوستش دارید اسمش این زمین، اینو میذارید بالای تاقچه به قول معروف، روی تلویزیون، روی نمیدونم بخاری اون موقع میگفتن. و 45 نفر و هر کسی این سکه رو میخره، یک سبد گل هم برای بزرگداشت محمد رضا شاه پهلوی به مسجد رفاعی میفرسته. این سبد گل، اسم این کسی که سکه به نامشه روی سبد گل گذاشته میشه، و بعد اولیا حضرت فرای پهلوی هم یک نامه قدردانی براشون میفرستن، علاوه بر این یک عکس امضا شده اولیا حضرت هم براشون خواهد اومد. 45 تا سکه، 74 تا سبد گل. عرضم به حضورتون بهش قصداد روحام جان نیلی، خیلی ازش ممنونم. از رویا جان اردکانی هم ممنونم، روحام جان نیلی هم ممنونم. خب حالا 74 سبد گل و 45 تا سکه 10 پهلوی، این به نظر من کوچکترین کاریه که ما ایرونی ها، یعنی واقعا وقتی که من این کار مجاهدین رو دیدم تو این همایشی که داشتن، خیلی تأسف خوردم که ما گاهی اوقات خیلی بی توجه و بی رحم میشیم. خب اولین سبد گل رو رؤیا جان اردکانی به نام سپهبد محمد تقی جعفری، سبد گل شماره 74، 74 شد 73 تا سبد گل، به نام سپهبد محمد تقی
مجیدی از طرف رؤیا خانم اردکانی عزیز. خیلی خوب، این شماره 74 مونده، 73 تا سبد گل، 45 تا عرضم به حضورتون سکه. من واقعا انتظار دارم از تمام ما هستیمی ها که به میدان بیان، و الان میدونم این استیکرهای رنگارنگ شروع خواهد شد. جان اگه مجاهدین طلا بارون هم کنن کوچکتر. آره حمید رضا ما ممکنه، ولی نمیشه زحماتشون رو نادیده گرفت. آدمایی هستن که برای آرمانشون خرج میکنن. ما چی کار میکنیم عزیزم؟ حمید رضا جان فلاح، حمید رضا جان فلاح، ما چی کار میکنیم؟ من امیدوارم که دوستان 3 دقیقه سرود ما هستیم بذارید روی این گلا، اون دسته سب، اون جایی که گلا زیادن اونو پخش کنید لطفا. بله اینا خانواده کرمانشاهی. خب رامین جان نواب 73 سبد گل رو، دکتر رامین نواب 73 دکتر رامین نواب عزیز، سپاسگزارم. دوستان خیلی ازتون انتظار میره، خیلی کارهای مهمی داریم تو این 2-3 ماه. باید خیلی با قدرت به میدان بیایید. امیدوارم نگاه کنید به این تصویر، این آرامگاه. هرگز آرامگاه محمد رضا شاه اینجوری نبوده، هرگز. و حالا امسال ببینید چه شوری به پا خواهد شد. پرچمای شیر خورشید، سبدهای گل نشانه امسال از ایران، خانم گیتا آدام، رضا و گیتی از ایران، مهستی و مانا از ایران. آفرین درود بر شما. البته اینا تو لیست قبلی بودن ها، از این تعداد کم نمیشن. ولی این هم آقای بهداد جاویدان مدیریت امور گلها در اونجا. خب عرضم به حضورتون 1 دقیقه به پایان این بخش وقت داریم. در بخش بعدی آقای بیژن خلیلی و دکتر مهدی خزعلی، اسرائیل یک کشور جعلی، یک کشور مشروع یا یک کشور واقعی. دوستانی که استیکر خریداری میکردن امروز همه اعتصاب کردن، اتفاقی افتاده؟ چه خبر شده دوستان استیکر؟ میریم و برمیگردیم تا بعد. هنوز وقت تلفن های تلویزیون روشنه همه. 573 این که اون سکه ها تموم شد، همه یه دیه افسوس خوردن. حالا این سکه ها تموم میشه چون این قاباش نیست، حالا اینا افسوس براش شروع میشه. امسال یک سفر فوق لاکچری داریم به مصر. آی کسی که به به نرگس جان ایرانی 72 گل گلی گلاب، اجازه بده سبد گل شماره 72 نرگس جان، بعد اینو به اسم واقعی بگو بذارن ها، این یادگاری حرفه. سبد گل 71 به نام گالی گولا، درست میگم گالی گولا؟ آره گالی گولای عزیز، سپاسگزارم. 74 از طرف رویا اردکانی به نام سپهبد محمد تقی جعفری، و سبد شماره 73 دکتر رامین نواب، سبد شماره 72 نرگس جان ایرانی، سبد شماره 71 به نام گالی گولا. خب ما باید بریم و برگردیم تا چند دقیقه دیگه مناظره آقای بیژن خلیلی و آقای بیژن خلیلی و مهدی خزعلی.